آقای دکتر میلانی، یک هممیهنی درباره دکتر چه اسمش؟ شریعتی پرسشی داره. میگوید که آقای دکتر نوشتن، یعنی شما نوشتین که در تاریخ معاصر ایران کمتر کسی رو سراغ میتوان کرد که به اندازه شریعتی موضوع قضاوت‌های متفاوت و متعارض قرار گرفته باشد. برخی شریعتی را از معماران اصلی زمینه تاریخ انقلاب اسلامی ایران می‌دانند و او را منتقد بی‌پروای خودکامگی می‌شمارند. در این حال گروهی دیگر او را مشاطگر استبداد اسلامی می‌دانند. بعضی معتقدند او لوتر ایران و تشیع بود. اسلام را برای رویارویی با تجدد آماده می‌کرد. می‌گویند از پیشکسوتان مبارزات ضد امپریالیستی در ایران بود. می‌گویند بخش مهمی از جهانبینی سازمان مجاهدین خلق را شریعت مداری صورت بندی کرد. در مقابل عده ای او را متفکر شرخته، کمسواد، پرمدعا و خطیبی عوام فریب می دانند. می گویند آنچه در خلوت می کرد با آنچه در جلوت می گفت تفاوت داشت. حتی معتقدند مقام استادیاریش مدیون دخالت و حمایت ساواک بود. همیهن ما که اسمش رو نمیبرم از داخل ایرانن، میگویند که بالاخره ما نفهمیدیم که شریعتی کیست و چه کار کرده. با این توضیحاتی که آقای دکتر دادند، ایشون یه شخصیت چندین جنبه بوده است. والا تو اون نقدی که این عبارتی که شما از خوندید بخشی از اونه، از کتابتون بوده، نقدی از بخشی از یک نقد که در کتاب آمده و خود اون نقد نقد یک کتابی است که در مورد شریعتی نوشته شده. نقد کتاب آقای رهنماست که کتاب بسیار جدی است، ولی کتاب به گمان من جانبدارانه است. ربطی به شما نداره. نه نه، اون عبارات این عبارات منه. اون در واقع مدخلی است بر اونچه که من در اون نقد نوشتم. این سعی کردم در این عبارات همه حرفای من هست، منتها هر کدوم از این اشاره‌ای که کردم در واقع اشاره به یک منبع و یک طرز تفکر در مورد شریعتی است. کار منم در واقع این نیست که الزاماً شخصا قضاوت بکنم، گرچه قضاوت دارم و با کمال میل اون قضاوت رو میگم، ولی کار من به عنوان نوشته این است که به خواننده مجموعه این امکانات تفسیری مختلف رو بگم و خود خواننده قضاوت بکنه. کار من قضاوت برای خواننده و صدور فتوا نیست. کار آخوند فتوا دادنه، کار امثال خود شریعتی است فتوا دادن، کار امثال آل احمد فتوا دادن. در قرن 21 نه خواننده ایرانی محتاج فتوای من یا فتوای هر کس دیگری است و نه اون رو برمیتابه. من اون طیف واقعا گونه گونه افراطی در ارزیابی نظریات شریعتی رو سعی کردم در این مقدمه بگم. خود من گمانم این است که واقعا متفکر شلخته‌ای بود، متفکر که چه عرض کنم، خطیب شلخته‌ای بود. مجموعه ای از جاهای مختلف رو می گرفت با توانایی خطابی، ولی با شلختگی نظری. خیلی پرمدعا بود، در مورد مسائلی اظهار نظر می کرد که به گمان من اطلاع بسیار اندکی داشت. در مورد مارکسیسم اطلاعش بسیار بسیار سطحی بود. در مورد
بسیاری مسائل جامعه شناسی اطلاعاتش بسیار بسیار سطحی بود، هر جا که دست میگذارید احکامی به قطعیت صادر کرده و وقتی که کنجکاوی میکنید ببینید که هم دانشش نسبت به اون موضوع اندکه و هم نوع تلقیش تلقی سطحی است، ولی نفوذش به گمان من حالا چه مثبت یا چه منفی نفوذ بسیار مهمی بود. یعنی شریعتی به گمان من بخشی از یک جریانی است که آل احمد هم یه ورشه، شریعتی هم یه ورشه، بعضی دیگران از متفکران اون زمان هم و سوی دیگرش هستند که در دهه 60 و 70 سعی کردند از تشیع یک جریان مدرن بسازند و طبقه متوسط رو، طبقه روشنفکر رو، روشنفکران دانشگاهیان ایران رو که در نتیجه فکر مشروطه مثلا و در نتیجه نفوذ مارکسیسم فکر می‌کردن تشیع یک جریان صرفاً واپسگرا است، نشون بدن که جریان بالقوه متجدد هم هست. از این بابت به گمان من نفوذ خیلی مهمی داشت و تردیدی هم نیست که به گمان من در تدوین نظریاتی که بعدها به شکل سازمان مجاهدین خلق در اومد نقش بسیار زیادی داشت. خیلی آدمای دیگه هم نفوذ داشت و اون آدما به نظر من شاید نظراتشون بعداً تکامل پیدا کرد. خانم رهنورد، آقای موسوی از کسانی بودن که به مکتب او دلبسته بودن در یک زمانی، گنجی، سروش، اینها همه یک زمانی از در واقع سفره اندیشه های او خوراکی خوردن. بعضی هاشون متحول شدن، بعضی هاشون در همون جا موندن. آقای گنجی خود نقدایی که بر شریعتی نوشته و نقدای مبتنی بر خود آثار شریعتی است، واقعا نقدای بسیار جانداری است و نشون میده که شریعتی به رغم ظاهر دموکراتیکش در واقع یک فکر استبدادی، یک ایدولوژی شبه توتالیتر رو تبلیغ میکرد. ولی این رو هم بایستی گفت که در مخالفت با بدنه عمده روحانیت، اون چی که به خودش از اون به عنوان تشیع صفوی یاد میکرد نقش بسیار بسیار مهم میداشت و دلیلی هم که آیت الله خمینی باش در میفته، دلیلی هم که مطهری با آیت الله خمینی نامه مینویسه میگه اینو بایستی از حسینی ارشاد بیرون بکنیم، دقیقاً به خاطر این است که میبینن داره حرفای ضد آخوند میزنه، داره کل با اینکه همیشه وقتی حرف در مورد آخوند میزنه آیت الله خمینی رو مستثنا میکرد، ولی کلاً داره میگه که روحانیت تجسم یک نوع ارتجاعی است که شیعه رو از متجدد شدن باز میداره و به همین خاطر نقد هایی که مطرح میکنه به نظر من نقد های بسیار بسیار جالبی هستن. ولی در اونجا هم میدونید بیشتر خطیب مؤثری است تا متفکر جدی یا جعفندیش. ایشان بالاخره شیعه علوی است یا شیعه صفوی؟ خودش که مدعی شیعه علوی است و معتقد همه آخوندها در واقع شیعه صفوی، اونقدر نظراتش در مورد آخوندها انتقادیه که بعضی از اطرافیان آقای خمینی او رو به وهابی بودن متهم میکردن دیگه، یعنی فکر میکردن که نوع مخالفتش در این حده. ولی میدونید خب اون کتاب آقای رهنما رو بخونید میبینید که چه آدم غریبی است. از یعنی واقعا اولین کاری که شریعتی نوشته در اون کتاب رهنما کاملا معلومه، اولین کاری که نوشته و اسلام رو به عنوان یک نیروی سومی در مقابل سرمایه‌داری و سوسیالیسم قرار میده نوعی سرقت ادبی است. یعنی حتی نقشه ای رو که در مقاله خودش میذاره از اون مقاله اون شخص دیگه سرقت ادبی کرده. یعنی بعد بورس گرفتنش با یک نوع حق بازی بوده، یعنی بورس که میگیره تنها به این دلیل بورس میگیره که ورقه های عربی رو، کلاس عربی اون سال رو
استادشون از اون میخواد تصحیح بکنه و اون همه رو به غیر از خودش رو در واقع تجدید میکنه. اون کسی که باید شاگرد اول میشد و به لحاظ شاگرد اولی بورس میگرفت شاگرد اول نمیشه و این رو میفرستن. بعد این میاد فرانسه، از اون دکترهای درجه سومی میگیره، دکترهای جدی نمیگیره. هی بهش دکتر وقتی که برمیگرده در دانشگاه تهران استخدام بشه، به لحاظ نوع دکتراش قبولش نمیکنن. بهش میگن آی دکتر، آی دکتر، در فرانسه به اون نوع دکترا میگن دکترای اونیورسیته، یعنی دانشگاهی اسمشه، از اون دکترای تقلقه. بله، دکتر دتا نبود، دکترای فرش و قالیچه هست. دکترا داد، سه نوع دکترا داشتن، دکترای اونیورسیته داشتن، دکترای توازیم سیکل داشتن. بله. و دکترای دتا داشتن، مثلا نهاوندی دکتر دتا داشته، صدیقی دکتر دتا داشته. این از اون دکترای دتا خیلی سخته، خیلی سخته. اون مثل پی‌اچ‌دی در بهترین دانشگاه‌های آمریکاست. این دکتر میگفتن دانشگاه تهران به لحاظ سبکی کارش، و بعد رساله اون چی که رساله دکترا ازش یاد میکنه، ترجمه یه متن به فرانسه است، یه متن تصوف به فرانسه، که خب در هیچ دانشگاهی یه ترجمه مثلا 60-70 صفحه‌ای رساله دکترا نمیشه. سوای آقای گنجی که از لحاظ فکری واقعا حلاجی خیلی جالبی از کارش کرده، آقای دکتر متینی که رئیس دانشگاه فردوسی بودن زمانی که رئیس دانشکده بودن، زمانی که رئیس دانشکده ادبیات بودن، زمانی که این درس میداد اونجا، مطالب بسیار جالبی در مورد این سلوکش به عنوان معلم، سوابق کاریش نوشتن. رژیم جمهوری اسلامی بچه حاکمش خیلی بهش حمله میکنه و دعواشون با اون به خاطر سرشت فکرش نیست، دعواشون با اون به خاطر نیست که از آخوندا انتقاد کرده. اون انتقادها ناحق به گمان من و باید جلوش ایستاد. او حق داشت از آخوندا انتقاد بکنه، او حق داشت بگی که شیخ فضل الله نوری تجسم اون عقب افتادگی روحانیت صفوی است که او بهش اشاره میکرد. ولی ما هم در حد خودمون، هر خواننده‌ای حق داره که بگه بقیه حرفاش آبکی و باسمهیه. آقای دکتر، این حقیقت داره که ساواک به دانشگاه مشهد سفارش اینو کرد که او رو استاد کنند؟ به قطعا این هست. آقای دکتر متینی در این مورد نوشتن، نامش رو فکر میکنم در یکی از جاها من دیدم چاپ کردن، و گمان اونها این بود، گمان ساواک این بود که من تو همون مقدمه مطلبی که شما بخشش رو نقل کردید نوشتم، گمان ساواک این بود که این چون حرف مذهبی میزنه در مقابل مارکسیسم وای میسه، بعد دیدن که نه، ممکنه در حرفای در مقابل مارکسیسم میزنه ولی حرفاش داره به جریانی مثل مجاهدین میانجامه، که در اون مقطع ساواک میاد و جلوی تدریسش رو در دانشگاه میگیره و در واقع به خارج از ایران میره و در اونجا به مرض قلب، سکته قلبی ظاهرا فوت میکنه، و بعضی از طرفدارانش و بعضی از نیروهای مذهبی اون زمان، انجمنهای مذهبی اون زمان ادعا میکنن دوباره اینها رو، خیلی از اینها الان دیگه نامهاش در اومده، مطالبش در اومده، میان علم میکنن که این رو ساواک کشته و این رو تبدیل به شهید میکنن. به هر حال مهاجرت تبعیدش ناحق بود، نوایسی از مملکت میرفت باید از ساواک انتقاد کرد که چرا مجبور به تبعیدش شده، مجبور به تبعید شده، ولی قتلش به نظر میاد که در نتیجه سکته قلبی بود و یه عده‌ای از اطرافیان و عده‌ای از انجمن‌های اسلامی سعی کردن که علم کنن که این رو ساواک در لندن کشته. خیلی سپاسگزاری می‌کنم آقای دکتر. این آقایی که از ایران این پرسش رو کرده بودن، یه بخشی از
مقاله شما رو فرستاده بودن. بله همطور. دقیقا. خب آقای دکتر، آقای محمد تقی کروبی گفته است که ماموران امنیتی از منزل پدرم خارج شدند، منزلی که در اونجا محصور بوده است. بله. یه بار اینم قبلا گفته بود ولی سخنگوی قوه قضاییه گفته بود هم چیزی نیست، ماموران همچنان اونجا هستند. این درستش معلوم شده آقای دکتر؟ من اطلاعی بیش از اون چی که در روزنامه ها دیدم و در شبکه های اجتماعی دیدم ندارم، ولی اولا برام عجیبه که نماینده قوه قضاییه از حضور مأمور در داخل خونه یه نفر دفاع میکنه. یعنی این خیلی شدیدتر از هر اجایی. بله اون خب خودش میدونی اجایی کیه که؟ بله همون بله. که قندون رو پرتاب کرده دوست داره اون نویسنده مطبوعات. بله اینا این قوه قضاییه از این بابت جمع بسیار جالبیست، از هر کسی رو از هر جا تونستن پیدا کردن و آوردن در اونجا و خیلی هم مفتخرند که این بلاها رو آوردن بر سر مردم و قرار شده بهشون چیز بدن، جایزه بدن. واقعا همین هفته به قاتلها مجرایی که این بلایی که بر سر آقای دکتر رجایی آوردن، مثلا علی رضا رجایی، یکی از واقعا یه طرف صورتش رفته آقای دکتر، صورتش به خاطر میدونید اگر ایران یک جو حساب و کتاب داشت، مسئول قوه قضاییه، اون بازجو، اون رئیس زندان که این کار رو کردن الان بایستی زندان بودن. یک کسی که دائم داره شکایت میکنه و اگر جلوشو میگرفتن، اگر به موقع درمان میکردن، شاید یک فرجی میبود. اصلا واقعا شگفت انگیزه و هیچ کسی تونی پس نمیده. یعنی از کهریزک بگیرید تا آقای رئیسی تا بقیه، اصلا این تصویری که الان هست واقعا ننگ این قوه قضاییه است و اون ننگ اون کسی است که قوه قضاییه رو منصوب میکنه و اجازه میده این کسانی که بر سر این شخص که واقعا یکی از شریفترین انسانهایی است که من دیدم، من در ایران بخت آشنایی با ایشون رو داشتم، 15 سال پیش ما ایشون رو به دانشگاه استنفورد دعوت کردیم، سخنرانی بسیار بسیار درخشانی کرد، آدم افتاده ایست، روزنامه نگار، ناشر، سیاست مدار فروتن، بلایی که بر سر خودش آوردن، بلایی که بر سر خانومش آوردن شرم‌آوره و هیچ کسی نه مسئولیت میپذیره نه کسی تون میده. به همین خاطر که این دور تکرار میشه، این دور تکرار میشه، زندانی های دیگه به همین حالت میفتن. ببینید این پرونده شناخته شده شد به لحاظ تعداد آدم هایی که به این شخص ارادت دارن و میشناسنش و میدونن چه انسان شریفی است. چند نفر در زندان های آدم های ناشناس در زندان ها همین بلاها بر سرشون اومده؟ چند نفر در زندان ها کشته شدن بدون محاکمه؟ دیش من در این روز میخوندم فیلمی داره در میاد در مورد یه نفری که 15 سال در آمریکا به جرم واهی زندان بوده، بعد یه دهی میرن آزادش میکنن. یعنی یه پرونده اینجوری رو این امکان هست که برید آدم بره آدم دنبالش و بازبینی بکنه چند نفر در زندان این بلاها سرش اومده. برید خاطرات شهرنوش پارسیپور رو بخونید، ببینید چه بلایی بر سر شهرنوش پارسیپور در زندان آوردن. چندین هزار عقل سرخ روش... بله یه کتابی به نام عقل سرخه، عقل آبی داره، عقل آبی، بله عقل آبی اون رمانشه ولی خاطرات زندانش رو نوشته. اصلا تکون دهنده است و میدونید برای هیچ پوچ. یعنی تو ماشینش
نشریاتی بوده که برادرش داشته در منزل وقتی بگیر بگیر میشه از مادرش و از شهرنوش فارسیپور خواهرش میخواد که بره اینا رو از بین ببرید. پاسدارا وسط راه میگیرنش. 5 سال ببینید چه بلایی بر سر این شخص آوردن. و این و داستان‌های دیگه‌ای که آدم در موردشون میشنوه خب مصادیق معروف یک جریان عظیمی هستن، آدمایی که تو این زندان‌ها از بین رفتن، تو زندان به دنیا آمدن، بچه‌هایی که دخترایی که تو زندان به دنیا آمدن. اصلا این آدم قمش میگیره به این داستان ها. هر وقت به این تصویر من نگاه میکنم واقعا شرمنده میشم از خودم و از اینکه در یک چنین زمانی و کشوری، واقعا در یک چنین مملکتی، مملکتی که میدونید این بلا رو یه برش میرن یه بر دیگرش بلایی است که بر سر یه نسل آوردن و به فرار مغزها منجر شده. و آقای خسرو شاهی رو میبینید که میاد و رئیس اوبر میشه، بزرگترین یکی از بزرگترین شرکت های دنیا. و ببینید چه بر سر خانواده اینها آوردن، خانواده متدین بسیار بسیار تیز هوش سرمایه‌داری که اون زمان مثلا 6,000 نفر کارمند داشتن فقط برای اینکه حقل هاپا بکنن، مالهای اینها رو مصادره کردن، اینها رو از ایران خارج کردن، 50 خانوار دیگر هم مصادره کردن، کارخونه هاشو به امثال هادی قفاری و بقیه آقازاده ها دادن، همه در حال ورشکستگی است. هر کدوم از اینا اومدن اینجا ببینید چه کردن. خانواده خسرو شاهی نسل اول و دومشون حداقل در 10 سال اخیر، حداقل اونجوری که من شمردم، 2 میلیارد دلار شرکت هاشون رو فروختن. 2 میلیارد دلار. یکیش هم این اکسپیدیای آقای خسرو شاهی است که مدیرش بود، دارا خسرو شاهی. بله دارا، بله. بقیهشون یکی در کانادا، یکی دیگه از برادرزاده ها در کانادا، یکی در همینجا پرتوی ها در اینجا. اصلا شگفت انگیزه. و میدونید خانواده خسرو شاهی نه به شاه ارتباط داشت، نه به دربار ارتباط داشت، نه غرب زده بود در اون مفهوم. پدر بزرگیشون، من یه بخشی در مورد خسرو شاهی ها در این کتاب Eminent Persians نوشتم، پدر بزرگ اینها اونقدر متدین بود که هر روز صبح خودش اذان میگفت، هم برای محله هم برای بچه ها. یه چنین خانواده ای رو مصادره کردن برای هیچ و پوچ، برای اینکه بخورن، برای اینکه ملاخور بکنن اموالشون رو. بعد اینا اومدن اینجا ببینید چی کار کردن، اینجا رو آباد کردن. آقای دکتر میلانی، بنیانگذار مصادره اموال کی بوده در ایران بعد از انقلاب، یعنی در جریان انقلاب؟ ولی در واقع بنیانگذار مصادره اموال متاسفانه باید گفت شاه بود، برای اینکه شاه بود که نه در انقلاب، در انقلاب همشون بودن دیگه. ببینید واقعا این رو باید تاریخی بهش نگاه کرد. آخه میگن آقای مرحوم، نمیدونم برات گفت یا نه، مرحوم همین آقای یزدی ایشون گفته که من بنیانگذارش بودم، میگه ایدهشو من دادم. بله ببینید مرحوم ابتهاج وقتی تو زندان بود، و میشنوه که داره اصلاحات ارضی میشه، یه نامه مینویسه. تو من نامه‌شو در کتابش نگاهی بهش آوردم، میگه شما مصادره رو تو ایران رد نکنید، چون اگه زمین زراعی رو مصادره بکنید فردا کارخونه رو مصادره میکنید و این نمیشه، برای رشد سرمایه‌داری در ایران مناسب نیست. خب اولا در مصادره مثلا رضایی ها مثل سرچشمه رو دولت ازشون به زور گرفت، از تلویزیون رو به زور از ثابت گرفت، خانواده ثابت گرفت، مصادره نکردن، یه پولی بهشون دادن، در مورد اصلاح درزی هم یه پولی بهشون دادن، ولی
به نوعی مصادره بود، برای اینکه اونا مایل به فروشش نبودن. بعد از انقلاب دیدید هم مجاهدین تبلیغ میکردن، هم فدائیه تبلیغ میکردن، هم تودهیه تبلیغ میکردن، هم تو خود نوشته های آقای خمینی هست، هم بنی سعد از اقتصاد توحیدی صحبت میکرد. همه اینا فکر میکردن که اقتصاد دولتی مصادره شده راه نجات ایران دیگه، و داغون کردن تمام اون صنایع رو. یعنی واقعا بخش عمده اونا الان برشکسته هستن، و در خیلی از موارد میدونم، نمیخوام اسم ببرم برای اینکه به من گفتن، نمیخوام برای اونها مسئله ایجاد بشه، در خیلی از موارد بعد از 20 سال 30 سال که نشستن خوردن تمام نفعشو بردن تمام چیزی که الان اومدن، حالا به خانواده ها میگن میخواید برگردید کارخونه رو بگیرید، و اینا میگن برگردیم چی بدهیشو، و بعد برگردیم چی شما کارمند مثلا نیروی کار 500 نفری رو 1500 نفر کردید، 1000 تا از مرادتون رو سپاه و آقازاده ها رو آوردید اونجا، دارید بهشون حقوق میدید، نمیشه اینو اداره کرد. یه چنین بلایی آوردن، اون وقت دو قرتونی میشونم دائم باقی است. حالا آقای دکتر نظرتون درباره یزدی چیه بعد از مرگش؟ ببینید، ما آقای یزدی به هر حال در آغاز، اولا یزدی دو سه در واقع زندگیش دو سه مرحله داره دیگه، به گمان من بایستی اینها رو از هم جدا کرد. یکی دوران قبل از انقلابه، که یکی از مهمترین عوامل تشکیل انجمنهای اسلامی در خارج از ایران به خصوص در آمریکا یزدی بود. یعنی به طور وسیعی این فعالیت رو میکرد. شما میشناختید چون زمان ها؟ اسمش رو شنیده بودم، شخصا نمیشناختم، ولی مثلا همین دیروز یه سرمقاله میخوندم توی شرق در ایران، یکی از دوستای آقای یزدی نوشته در مورد دوران دهه 70 60 و 70 از فعالیت های یزدی، اصلا ابعادش رو نشون میده که چقدر در آمریکا در ایجاد این انجمن های اسلامی و در جدا کردن انجمن های اسلامی از کنفدراسیون نقش داشته. در آغاز انقلاب خب نقش اساسی داشت در به قول خودش در ایجاد سپاه پاسداران، در دفاع از کار دادگاه های انقلاب. اون مصاحبه ای که با رحیمی کرد به نظر من بسیار بسیار مصاحبه زشتی بود، شرم‌آور، واقعا شرم‌آور بود به گمان من. ولی بعد مثل بازرگان به نظر من یک سیلی خورد، متوجه شد که این حرفایی که دارن میزنن، و با کسانی متحد شدن که با اون حداقل حرفای لیبرالی خودشون سازگاری نداره، و بعد راش رو از اینا به نظر من تا حد زیادی جدا کرد. یعنی این قسمت آخر زندگیش با اون قسمت وسطش و اون قسمت اولش به نظر من قسمت‌های متفاوتی هستن. من اینو جای دیگری نگفتم و الان خدمت شما میگم، ما چند آخرین باری که آقای یزدی به آمریکا آمد با من تماس گرفت که بیام در استنفورد سخنرانی بکنم، و ما با کمال میل سعی کردیم براشون سخنرانی بذاریم. یه دیش رو کردن اینجا چیز کردن. خود آقای یزدی من گفت که ما درجه میدن توی یه جلسه کوچکتری برای استادا و دانشجو صحبت بکنم، و ما همین کار رو کردیم و تو اون جلسه شرکت کرد. خیلی برش انتقاد شد، و اونم خیلی با واقعا با سعی صد به گمان من، ولی با احتیاط جواب داد. در مورد همین مصاحبه ازش پرسیدن، در مورد این دادگاه ازش پرسیدن، و در مورد سیاست های بعدش. خب الان میدونم که جلد سوم خاطراتش الان میگن در سانسور مونده. نه چاپ شده آقای دکتر. نه میگن جلد سومش. جلد سوم بیرون آمده. من تو همین دیروز خوندم، در شهر بود مثل این که در یکی از روزنامه‌های داخل که دفتر شاید در ایران. تو ایران بله، ولی تو ایران در خارج هست. بله در خارج جلد سوم هست. من شرکت کتاب داره. من سومش رو نخوندم، ولی میگن در داخل جلوشو گرفتن برای اینکه دفتر
آقای خمینی خواستار حذف 120 صفحه است، برای اینکه از دیدارهای آقای یزدی با آمریکایی‌ها به نیابت مستقیم، یعنی می آمده با آمریکایی صحبت میکرده، یادداشت برمی داشته، میرفته با آقای خمینی صحبت میکرده، می آمده عین صحبت‌های آقای خمینی رو، این در واقع یه نوع ضبط صوت ناقل بوده، چون آقای خمینی نمیخواست مستقیم با آمریکایی‌ها دیدار بکنه، این رو واسطه اون دیدار کردن. البته اون اسناد رو ما از طریق الان اسناد آمریکایی‌ها بخش عمدهش رو داریم، یعنی آقای یزدی اینها رو در واقع زمانی در موردش نوشتن که اسناد آمریکایی‌ها داشت کم کم یا در اومده بود یا داشت بقیه‌اش در می‌آمد. ولی در بسیاری از مقاله هایی که در برون مرز و درون مرز هوادارانش نوشتن، او رو به پایه قدیس رسوندن. های دکتر، خب من فکر کنم اونا دیگه مسئول نوشته های خودشون هستن و تاریخ اینجوری قضاوت نخواهد کرد. اینا طرفدارانش در کوتاه مدت میتونن بگن و من فکر کنم تاریخ در موردش قضاوت متفاوتی خواهد کرد، قضاوتی خواهد کرد که نشون میده در یه دورانی اشتباهات جدی کرد. به نظر من بعضی از این صحبت ها، من همین مثلا که دوتا از مصاحبه های اون زمانش رو برای من فرستاده بودن، وقتی که از این اعدام ها دفاع میکنه، از اعدام های واقعا غیر قابل دفاعی که در اون زمان بود دفاع میکنه، خب اینا اشتباه است. به گمان من هیچ راه گریزی ازش نیست، ولی یه دم هستن که معتقدن به لحاظ اون اشتباهات هیچ چیز مثبتی درش نیست و همونقدر که یه عده طرفدارش غلو میکنن در طرفداری، یه دم به گمان من غلو میکنن در نفیش. به هر حال در یه مقطعی راهشو از این رژیم جدا کرد و به نوعی در حدی در مقابل افراط این رژیم ایستاد. اون قسمتش به نظر من قابل تحسینه، اون قسمتش قابل نقده. و در مورد دوران آمریکا هم بستگی به نظرتون داره دیگه. اگر فکر کنید ایجاد اون انجمن ها مفید بود برای آینده ایران، خب نقششون مثبت، اگر نه نقششون اون دوران هم قابل ایراده دیگه. کنفدراسیونی ها باش بد بودن نه؟ بله، کنفدراسیون باش بد بودن، برای اینکه اینا خب داشتن، یعنی کنفدراسیون در واقع شکاف بودن، در یه شکاف مهمی در کنفدراسیون ایجاد کردن و جداش کردند. و ببینید تو این خاطرات آدم های مختلف در موردش بدم میخونه میفهمه. و بعد در چیزایی که آمریکایی‌ها مثلا در مورد اون دوران نوشتن، وقتی آمریکایی‌ها میخواستن مثلا کاتن میخواست بفهمه که نیروهای مذهبی چی فکر میکنند، خب یزدی یه منبع موثق برای اون چیز بود. و بعد رابطه خیلی نزدیکی که با آیت الله خمینی پیدا میکنه، به یه روایتی از دود مکلاهایی است که حق جمع‌آوری وجوهات داشته از طرف آقای خمینی، یعنی وجوهات رو در آمریکا برای آقای خمینی ایشون جمع‌آوری میکنه. آقای یزدی؟ یزدی، بله. یزدی کراوات هم میزده در امریکا؟ بله دیگه. تو خود مستدام. ایران هم زده؟ بله ایران هم میزد، ایران هم حتی این اواخر هم گاهی میزد. یعنی جالبه میبینید دوباره به نظر من، من وقتی که این داستانها رو میخوندم، داستانهای مربوط به زندگیشو میخوندم، برام این نکته خیلی عجیب بود و جالب بود که اینها چه شبکه عظیمی داشتن و همه در واقع ساواک، آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها غافل بودن از این شبکه. تو همین خاطراتی که گفتم تو شرق نوشته، شما می‌بینید که تو آمریکا یه شبکه داشتن، تو اروپا یه شبکه داشتن باهاش متصل بودن، تو سوریه و لبنان یه شبکه داشتن باهاش متصل بودن و هم یه جوری هر جا که این شخص، این دوست آقای یزدی میخواد بره، یزدی یه نفر در اونجا داره که میگه باهاش تماس بگیرید. خب اینا یه پیچیدگی
جالبی در مورد این شبکه نیروهای مذهبی است که نیروهای عرفی از ابعادش و از اهمیتش و از قدرتش غافل بودن. نه تنها غافل بودن، من فکر میکنم در خیلی از موارد، نه در مورد یزدی ولی در داخل ایران، شبکه‌های مذهبی، هیئت‌ها و نمیدونم جلسات قرآن و مدرسه های مذهبی اینا با تشویق سابق بود، برای اینکه فکر میکردن جوان ها رو از مارکسیزم و از طرفداری از مصدق به دور نگه میدارن. آقای دکتر محمد تقی کروبی خواندین خبرشو که نه؟ بله. گفته مأموران امنیتی از منزل پدرم خارج شدند. بله. یک نماینده رهبر در سپاه حرف جالبی زده، گفته باید زمینه ورود مردم به بهشت را ما فراهم کنیم. بله. این همون سی علی سعیدی. بله. بله. ببینید یه تفاوت عمده فکر دموکراتیک و فکر توتالیتر دقیقا همینجاست. در فکر دموکراتیک مردم خودشون باید تصمیم بگیرن میخوام برم به بهشت یا نه، حالا چه بهشت این جهانی باشه چه بهشت اون جهانی. لنین میگفت ما مردم رو در زنجیر هم که شده به طرف بهشت موعود سوسیالیسم خواهیم برد. اینها که روایت مذهبی همون فکرن، فکر میکنن قیم مردم هستن. مردم بذارید خودشون انتخاب بکنن. مگه یعنی برای من واقعا شگفت انگیزه این تفکر که فکر میکنن میشه مردم رو به زور به بهشت برد. یعنی با مفهومی که از خدا در قرآن هست این تناقض داره، برای اینکه در مفهوم قرآن از خدا، خدا نه تنها از رفتار ما بلکه از سلوک درون ما هم خبر داره. پس اگه یه زنی رو حجاب زوری سرش میکنی در این مفهوم امتیازی نیست، برای اینکه اون زن به زور داره این حجاب رو سرش میکنه. با زور کسی رو پس به بهشت نمیشه رفت. اگر بهشتی هست افراد، و اگر خدایی هست و اگر به طریق اولا، اگر به این دوتا باور دارید و اگر مفهوم قرآن رو از این دو مفهوم میپذیرید، بایستی انسان ها به میل خودشون به بهشت برند و به میل خودشون به جهنم. اگر هم به خدای کاتولیکا باور دارید، انتخاب سومی هم هست، یه برزخی هست که برید اونجا یه مدتی بمونید تا گناهانتون شسته بشه و مستحق بهشت بشید. آقای دکتر، آقای نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است، میگوید در خوشبینانه ترین حالت 6 میلیون نفر در ایران به مواد مخدر اعتیاد دارند که حتما شیشه جزو اولیاست. این افراد 60 تن مواد مخدر مصرف میکنند. 60 تن یعنی 60,000 کیلو، نه؟ بله دیگه. و با وجود صرف میلیون ها تومان برای مبارزه با مواد مخدر، تعداد معتادان در کشور 5 برابر شده است. وبسایت خبر آنلاین نوشته است که حسن نوروزی این اظهارات را در جلسه بررسی طرح اصلاح مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر بیان کرد. آنگونه که این نماینده مجلس گفته است، با وجود این همه بودجه جمعیت معتادها از 1% به 5% رسیده و ما 6 میلیون تن معتاد داریم. نوروزی افزود خوشبینانه بنگریم، 1 میلیون نفر هم تفننی مصرف میکنن که میشود 6 میلیون معتاد که 60 تن مواد مخدر مصرف میکنن.
بعد این سوال مطرحه، این مواد از کجا می آید؟ وی در انتقاد از علی مؤیدی قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت آقای مؤیدی به ما گفتند برای بررسی این طرح وقت بدهید. ما هم یک ماه به آنها وقت دادیم اما یک برنامه هم اعلام نکردند. اینها فقط بلدند بگویند ما اعدام میکنیم و اعدام کردیم. اولا اگر 6 میلیون حداقل رو همون حداقل بگیرید، 1 میلیون تفننی رو هم بذارید به حسابش میشه 7 میلیون. 7 میلیون از 80 میلیون 5% جمعیت نمیشه. 7 میلیون از 80 میلیون نزدیک 8%، 9%. و شگفت انگیزه. من فکر کنم همه کسانی که در این زمینه از منظر بی‌طرفانه نوشتن میگن متاسفانه رقم بالاتره. یعنی اگر تفننی ها هم حساب بکنی رقم خیلی متاسفانه بالاتره. و فردا اگر در ایران یک حکومت دموکراتیک سر کار بیاد، این یک به گمان من یکی از مشکلات جدیش خواهد بود که چجوری بشه این مسئله رو حل کرد و چجوری بشه برای اینهایی که معتاد شدن راه درمان پیدا کرد. برای اینکه اگر 6 میلیون رو دوباره بگیرید، اگر خانواده متوسط رو 4 نفر بگیرید، یعنی 24 میلیون در ایران گرفتار. یعنی شما یه فیلمی در مورد اعتیاد ساخته شده، من میدیدم در داخل ایران ساخته شده و نشون میده که چطور اعتیاد یکی از اعضای این خانواده در واقع تمام اون خانواده رو متلاشی میکنه. شما متوسط خانواده رو 4 نفر بگیرید، در هر معتادی به هر حال فشارهای جدی بر خانواده میگذاره و این رقمش میشه یه چیزی نزدیک به 1/3 کل جمعیت ایران. یعنی به عبارت دیگر اگر دستی در کار بوده، واقعا نیروی اصلی مبارزه با ایران رو، مبارزه با رژیم رو در ایران ناتوان کرده به نظر من. اگر دستی بوده، من مطمئن نیستم که بیکفایتی و بیامیدی و بیکاری و فساد موجود در رأس قدرت باعث این شیوع واقعا اپیدمی نشده. ولی با این حال من فکر میکنم اگر امید خونسا کردن موج معارضه و مقابله و مقاومت بود، ناکام مونده. برای اینکه شما میبینید جامعه ایران کماکان به طور جدی داره در هر عرصه‌ای با این زورگویی ها و با این اجحاف و با این استبداد و با این فساد سعی میکنه مبارزه بکنه، با احتیاط البته، با نگرانی از عواقب. دوباره برگردیم به اون تصویر، اون تصویر نشون میده که عواقب حتی اگر از درون رژیم، از به عنوان اصلاحگر در درون رژیم بخواید وایسید در مقابل قدرت، این بلا بر سرتون میاد. با این حال به رغم گزافی بها، خیلی ها در سطح وسیع دارن به شکل خودشون موجی مقاومت فرهنگی میکنن و مقاومت سیاسی میکنن. آیا تو میرانی، به عنوان آخرین مطلب، برای اینکه نظرتون رو همه بدانیم که میدانیم، در واقع چند روز پیش سال مرگ سیمین بهبهانی بود، 3 دقیقه وقت داریم آقای دکتر، درباره شخصیتش و تأثیرش در جامعه و در مبارزه و در میان زنان. من این بخت رو داشتم که 3 بار ایشون در استنفورد تشوردن و سخنرانی کردن. اولین جایزه بیتا رو ایشون بردن، جایزه
آمریکا همراه با یک جایزه نقدی است. وقتی که جایزه رو بهشون دادیم، اولین خواهش ایشون این بود که یک چهارم اون جایزه رو بدیم به یک دانشجوی ایرانی که نیازمند اون کار هست. یک وقاری در این خانم بود، یک شجاعتی در این خانم بود که واقعا شگفت انگیز بود. شعرهاش به گمان من در مصداق مقاومت بعد از انقلاب ایران هست، مقاومت نه فقط زنان بلکه مقاومت فرهنگی، دفاع از آزادی، دفاع از انسانیت و هنر هست. و یک قدم کوتاه نیامد و باهاش رو هم پرداخت و با یک حس لطیفی در مورد این تجربیاتش صحبت میکرد که در سخنرانی مثلا اومدن برق اونجا رو قطع کردن، برق سالن رو قطع کردن و چجوری به رغم قطع برق سالن. آقای دکتر به معذرت میخوام، خود ایشون میگفتش که وقتی برق سالن رو قطع کردن، یک ساعت بعدش به من خبر دادن که آقای حسین واری در برنامه رادیویش در لس آنجلس این اعلام کرده. بله خب شما در خیلی از این زمینه ها پیشتاز بخواهیم، ما اخرون تعریف کنیم. شما مستقنی از تعریف هستید قربان. اختیار دیم خب آقای دکتر، خیلی خیلی ازتون ممنونم. دعا میکنم که سفرتون در روزهای جمعه نباشه. امیدوارم. سفر بریم ولی چشم حتما. نه جمعه ها ولی ناچار جمعه ها میشه. به هر حال اگر هر جا باشه، من چهارشنبه ها کلاس دارم و اگر بخوام جایی سفر برم تا سه چهار روز باشه میخوره به جمعه، ولی حتما سعی میکنم به خدمتتون باشم. خیلی ممنون آقای دکتر، دستتون درد نکنه و سپاسگزاری میکنم از آقای مشکینیار کارگردان برنامه‌مون و از همه هم میهنانی که به مصاحبه های تلویزیون اندیشه توجه دارن. شب روزتون خوش.